نشست سه روزه انجمن آزادی در اسلو بر روی صلح جهانی، هوش مصنوعی و نقش اون در سرکوب مسائل حقوق بشری، بحران گروگانگیری در جهان و نقش هنر در آزادی‌های حقوق بشریه. چهره های سیاسی و فعالان حقوق بشری ایرانی تبار نیز در این نشست چند روزه حضور دارند و به مسئله ایران و سرانجام اعتراضات سراسری خواهند پرداخت. مسعود قرهخانی رئیس ایرانی تبار پارلمان نروژ در گفتگوی با صدای آمریکا از اهمیت این نشست ها و تاثیر اون در جنبش زن زندگی آزادی گفت. همه ما که خب بالاخره در ایران به دنیا اومدیم یا ایرانی هستیم که این جلسه‌ای که مثل الان تو اسلو هست میتونی یه جلسه‌ای باشه که این موضوع رو راجبش حرف بزنیم، بگیم که اون جوان‌ها رو ما فراموش نکردیم. خب هنوز دارن جوان ها تلاش میکنن که اون آزادی، اون دموکراسی که ما تو اروپا داریم مثلا اونا بتونن در آینده بگیرن. برای همه مهمه که این جلسه هستش. در نخستین روز این نشست بحث ایران و سرانجام اعتراضات سراسری با حضور چهره‌های سیاسی و حقوق بشری از جمله مسیح علی نژاد، گیسونیا و کریم سجادپور تحلیلگر مسائل سیاسی برگزار شد. شرکت کنندگان در این نشست به مسائل حقوق بشری در ایران و سرانجام جنبش زن زندگی آزادی و همچنین نقش سیاستمداران در این انقلاب چه خواهد بود پرداختند. مسیح علی نژاد در گفتگوی به بخش فارسی صدای آمریکا گفت که برای اینکه جامعه جهانی و سیاستمداران متوجه چهره واقعی جمهوری اسلامی شوند، باید بر روی آگاه سازی مردم و شهروندان جهان تمرکز کرد. ما باید از افکار عمومی کشورهای غربی بخوایم. چرا افکار عمومی؟ برای اینکه رهبران کشورهای غربی در نهایت زانو میزنن در برابر دیکتاتوری مثل ابراهیم رئیسی، ولی این رهبران کشورهای غربی رأی مردم خودشونو میخوان. ببینید شما کسانی که میان غیر ایرانیایی که حضور دارن، اونها هستن که باید متقاعد بشن که جمهوری اسلامی قطر برای خود اینا محسوب میشه. جمهوری اسلامی اگر از بین نره تو خود کشورهای غربی ترور انجام میده. زنان کشورهای غربی وقتی این رو بفهمن، دانشجوها، دانش آموزانشون و افکار عمومی بفهمن، جلوی بیزنس کردن مردم کشور خودشون میگیرن، جلوی رهبران کشور خودشون میگیرن. بنابراین من فکر میکنم در نهایت ما باید مردم جهان رو همراه بکنیم با مردم ایران. مردم ایران شجاعتشون رو به رهبران کشورهای غربی نشون دادن. در حاشیه روز نخست این نشست، گروهی از ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی نیز با فضاسازی اتفاقات اخیر در ایران و با اجرای هنر نمایشی در مقابل محل برگزاری نشست و افزایش سرکوب و اعدام‌هایی که توسط جمهوری اسلامی در حال وقوع اعتراض کردند. سارا دماوندان، صدای آمریکا، اسلو.